موضوع امروز اینه که آیا کلیسای خودت، کلیسای خودت که خانواده خداست، خانواده الهی خداست، دوست داری؟ ما معمولا با این فکر، با این تصویر، زمانی که هنوز ما ایماندار نبودیم میاییم اونجا، فکر میکنیم کلیسا یه ساختمونی هست که ما اینجا همه جمع میشیم و الان بعد از اینکه ما ایمان میاریم میگیم اوکی باشه الان ما عضو کلیسا هستیم، و بعد از یه مدت متوجه میشیم آها کلیسا یعنی منظور اینه که جمع روحانی ایمانداران. اینم همه چی درسته، فقط فی الحقیقی اینطوریه که ما خانواده خدا هستیم، یعنی خانواده پدر امروز اینجا جمع شده. میخوام با این دید نگاه کنه، اون شخصی که کنار تو نشسته و روح خدا درونش، برادرت، خواهرت که تو انتخاب نکردی، او انتخاب کرده، و خدا کلیسای خودش یا خانواده خودش رو دوست داره. خدا پدر آسمونی خانوادهش رو عاشقانه دوست داره، و من مطمئن هستم که هر دفعه هم که ما اینجا جمع میشیم، بعضی وقت هست که اونقدر زیاد مشغول فکرهای هستیم، ما میگیم که من میرم کلیسا و میایم اینجا میشینیم و چیزا رو گوش میکنیم و بعد از این میریم خونه، میگیم برکت ها رو گرفتیم. فلحقی میخوایم این ذهن رو فکر میکنم خدا در ما به وجود بیاره که خانواده یک شنبه به یک شنبه جمع میشه، خانواده چهارشنبه ها برادرها یا خدا پسرهای خودش رو روزای چهارشنبه جمع میکنه، خواهرها دخترهای خودش رو روز پنجشنبه جمع میکنه. خانواده خود خدا هستیم، و این ذهن رو و این دید رو داشته باشیم، باید داشته باشیم این دید رو، باید به همدیگه هم داشته باشیم که تو برادر و خواهر من هستی و من تو رو انتخاب نکردم، بابا تو رو انتخاب کرده. فقط همینطور که پدر کلیسای خودش و خانواده خودش عاشقانه دوست داره، منم پس باید این ذهن رو داشته باشم، میگم خداوند، پدر جان، همینطور که منو نجات دادی، روح خودت رو به من بخشیدی، از من فرزندی ساختی، وارد خانواده تو کردی، منم الان میخوام کلیسا رو یا خانواده تو با دید تو نگاه کنم و دوستش داشته باشم. معمولا تو خانواده جسمانیمون ما میبینیم خواهر برادرها هستن که واقعا خیلی در آشتی زندگی میکنن، فقط اکثریت خواهر برادرها بیشتر سر هم دیگه رو میکوبن، نمیدونم حسودی به وجود میاد، و اینم باعث به خاطر اینکه پدر مادرها شاید درست نایستادن، درست تربیت نکردن. فقط کلا از طریق طبیعت ما اینطوری هستیم، چیزایی که رفتارهای هست در ماست که در خانواده خودمون اینجا جدایی به وجود میاد. فقط الان که ما ایمان آوردیم به عیسی مسیح، فرزندان خدا هستیم، باید ذهنمون و دیدمون رو بیشتر و بیشتر عوض کنیم، و شاید از هفته آینده واقعا یک شنبه بگیم من امروز ما خانواده پدر جمع میشه، من میرم پیش خانواده هم. فرق میکنه نه؟ من میرم پیش خانواده هم، نمیرم کلیسا. فوگل وایده شماره 10. یک شنبه ها من میخوام پیش خانواده من باشم. افرادی هم هستن که برای ماه یک بار میان پیش خانوادش. فقط یک کسی که واقعا خانوادش رو دوست داره و میدونه که میزبان پدره، پسرش اینجا، عیسی مسیح هم امروز اینجاست، روح القدس هم اینجاست. باور میکنی میزبان پدره؟ پدره که ما رو دعوت میکنه، پدره که این اشتیاق رو در قلبمون میکساره. ما ذهنمون باید یکم، یه نه وقت یکم، خیلی باید عوض کنیم که واقعا از این به بعد سعی کنیم روز به روز این فکر رو در ما به وجود بیاریم که واقعا ما خانواده هستیم و طبق خانواده هم باید زندگی کنیم، در کلیسا، در این جمع. در افسسیان باب 1 آیه 11 و 12 اینجا میگه که ما نیز در وی میراث او شده ایم، چنان که پیش مهیا گشته ایم بر حسب قصد او، که همه چیزها را بر طبق اراده و نقشه خود انجام میدهد، تا جلال او
به وسیله ما خانواده خودش رو ستوده شود. پس ما باید نگاه کنیم و مخصوصا هم که تو حقجویان هم که ما شروع میکنیم امروز هم در مورد حقجویان هم صحبت کرد، از اولین جلسه ها اینا که ما روشن میکنیم که خدا زمانی که انسان رو خلق کرد چرا خلق کرد؟ چون دنبال یک خانواده بود. بیاییم آدم رو به صورت ما و ما انسان رو به صورت ما و شبیه ما خلق کنیم که سلطنت کنند. یا از اول اینو میخواستیم به شما در قلب شما منتقل کنیم که ببینید، بدونید که خدا دنبال خانواده است. اراده خدا خانواده هست، خدا دنبال خانواده هست که روز به روز بیشتر این خانواده در این اتحاد در این یک دلی به اونجا برسه. اگه موافق هستید میتونید آمین بگین. و در عبرانیان باب 2 هم اینجا میگه که به جا بود که خدا که همه چیز برای وی و به واسطه او وجود دارد، برای اینکه پسران بسیار یا خانواده بسیار به جلال برساند، قهرمان نجات ایشان را از راه تحمل رنج کامل گردیده. یعنی عیسی مسیح همه کارا را انجام داد که پسران زیاد، پسران منظور اینه که خانواده‌ای که واقعا تبدیل شدن به شباهت خدا. هدف خدا اینه، عیسی مسیح روی صلیب این بهای بزرگ رو پرداخت کرد که خانواده خودش رو جلال بده، شریک جلال خودش بکنه. چه فیض عظیمی عزیزان. و همینطورم رومیان باب 8 هم که خیلی زیاد ما اونجا تو جلسه ها اعلام میکنیم، زیرا آنانی که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست زاده از این برادران بسیاری باشد. پس این نقشه خدا اینه که، هدف خدا اینه که این خانواده خودش رو روز به روز با هم وصل کنه، یک کنه. و اگر ما این دید رو نداشته باشیم نمیتونیم سالم رشد کنیم. من باید یک هدفی داشته باشم زمانی که کلام خدا رو میخونم و خدا رفتارهای خودش رو یا شریعت رو به ما داده یا حکم خودش رو به من نشون داد. معمولا من میگم باشه، من مثل این که من میخوام یه کاری باید برای خداوند انجام بده، الان باید یک حکم او رو نگه دارم. یا فقط ما باید بدونیم اگه ما یک هدفی نداشته باشیم برای چی باید من این حکم رو نگه دارم. اوکی، معمولا ما اینطوری میگیم که چون من درست رشد کنم. فقط این رشد روحانیم ربط داره به خانواده. به این خاطر خیلی زیاد اکثریت چیزایی که توی کتاب مقدس نوشته مربوط به ارتباطهای ماست. داوری نکن، حکم نکن، طرد نکن. این تمام چیزایی که نوشته ما ور می‌داریم جدا از این رویا و اراده خدا می‌گذاریم. من نباید این کارو بکنم. چرا؟ چون هدف خدا رو، اراده خدا رو خراب می‌کنم. من باید یک هدفی داشته باشم. زمانی که دنبال این قدوسیت هم هستیم باید یک هدفی داشته باشم. و هدف ما معمولاً خیلی میتونم بگم اینطوری، مثل اینکه یکم خودخواهانه، فقط من با خدا آشنا بشم، من تقدیس بشم. فقط ما نرمال باید اینطوری برمیداریم، ما باید جمعی نگاه کنیم، چون کلیسای خودش، خانواده خودش به تکمیل، به این کاملیت برسه. دیروز پریروز ما توی سمینار بودیم، سمینار نوجوانان بودیم و اونجا دیروز بود که صحبت کردم، این تصویر رو دادم، مثل دو تا تیم فوتبال هستن، یه زمین دارن، 12 نفر همون این طرف هستن، 12 نفر اون طرف هستن، با هم بازی میکنن، توپ هم هست، همه چیز، من مربی هم هست، فقط این دروازه گل نیست. میتونید تصور کنین 24 نفر دنبال توپ میدوئن، ورزش میکنن، همه کارا رو انجام میدن، فقط اینجا دروازه گل نیست.
خود برای چی زندگی میکنه؟ یعنی برای چی بازی میکنه؟ بعد از یه مدت خسته کننده میشه. الان مربی هم باشه که الان بیا اینجا ورزش کن، الان بیا اینجا عضلات خودتو درست کن، برای چی؟ پس همه ما باید یک هدفی داشته باشیم، یک دروازه‌ای داشته باشیم، یک هدفی که الان ما همه با هم بازی میکنیم، آخر این توپ رو وارد این دروازه گل میگن اونجا به هر حال اونجا برسونیم. همینطور هم الان که برمیگردیم به نقشه خدا، اراده خدا، ما باید یک هدفی داشته باشیم. چرا من باید تقدیس بشم؟ چرا من باید پاک بشم؟ چرا من باید روی خودم کار کنم که درست زندگی کنم؟ همه چی برای یک هدف. خانواده، قلب خدا عزیزان، قلب پدر ما میتپه برای خانوادهش، و تو هم یک عضوی از این خانواده هستی. خدا متنفره چیه؟ جدایی. متنفره طلاقه. اولین اتفاقی که افتاد همون در باغ عدن افتاد، و به این خاطر در عهد عتیق اینجا نوشته و در دلهای خود برای یک دیگه بدی میاندیشید و قسم دروغ را به همدیگه نگین، زیرا خداوند میگوید از همین کارها نفرت دارم. یعنی زمانی که ما جدایی به وجود میاریم، واقعا قلب خدا رو لمس میکنیم، یه چیزی هست که متنفر این چیزها رو، درد میگیره. تقریبا مثل پدر مادر زمانی که نگاه میکنم میگه بچه ها چطور همدیگه رو به هر حال میجنگن. یه دردی هست یه پدر مادر میتونه درگش کنه. و همینطور هم اینجا میبینیم کلام خدا میگه این چیزها رو از خود دور کنی. من متنفر این چیز هستم. من این کلیسا رو نگاه میکنم، خانواده خودم رو نگاه میکنم، من عاشق تک تک شما هستم و من شریک جلال خودم کردم، همه چی رو بها رو پرداخت کردم که میخوام شما رو یک کنم. و خیلی چیزایی هست که ما اونجا این اتحاد رو داریم. در افسوسیان اونجا باب 1:3 که اینجا میگه که پس من از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی که شما به عمل آمده هستم، پس من از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده است، رفتار کنید در کمال فروتنی و ملایمت و با بردباری و محبت یکدیگر رو تحمل کنین، تحمل کنین و سعی نمایید، سعی تمام بکوشید تا آن یگانگی را که از روح است به مدد ریشه صلح حفظ کنید. فهمیدین؟ یکم مشکل داشتم اینجا، فقط ادامهش رو میخوام. زیرا یک بدن هست و یک روح، چنان که به یک امید دعوت نیز فراخوانده شده ایم، یک خداوند، یک ایمان، یک تمید، یک خدا و پدر، همه که فوق همه، از طریق همه و در همه است. یعنی ما اینجا 7 چیزایی اشاره میکنه که ما اینجا یک هستیم، ما یک بدن هستیم، یک روح در ما قرار گرفته، یک امید هست که ما زندگی میکنیم، یک خداوند رو داریم، یک ایمان داریم، یک تعمید ما در نام پدر، پسر، روح القدس تعمید گرفتیم، یک خدا و همون پدر رو که تو صدا میکنم همون پدر منم هست. 7 قسمت هایی هست که ما اینجا متحد هستیم، یک هستیم. به این خاطر میگه که سعی کنید، سعی تمام بکنین که این یگانگی رو که در روح هست نگه داریم. یعنی خدا این چیزایی که به ما بخشیده است، ما از دید خدا میخوام درست متوجه بشیم، از دید خدا ما یک هستیم. ما هستیم که جدا میکنیم همدیگر رو.
ما بعضی وقت فکر میکنیم الان من باید شروع کنم یک بشم با برادرم خواهم. از دید خدا میگه که شما وابسته است با هم یک هستین، چون به این 7 قسمت هایی که اینجا اشاره کردم اینجا خدا ما رو وصل کرده. و زمانی که من شروع میکنم برادرم رو توهین کنم، داوری کنم، او رو رد کنم، این اتحاد رو من جدا میکنم، خانواده یه عضو خانواده رو جدا میکنم از این بدن. و اینجاست که خداوند میگه من متنفر این چیزایی هستم. و چون کار شیطان هم اینه که جدایی به وجود بیاره، که هیچ موقع جلال و زیبایی خدا هیچ موقع دیده نشه، این اتحاد رو دیده نشه، به این خاطر خدا از این چیزا استفاده میکنه، حب کردن، داوری کردن، منفی فکر کردن. یک داستانی هست که میبینیم که این زن زناکار که آمد پیش عیسی مسیح با این روغن مس تو خونه شمون، یک زنی که گناهکار بود رفت آمد پیش عیسی مسیح. تقریبا اینطوری باید نگاه کنیم، مثل یک دزدی هست، یک دزدی میره پیش پلیس و لو میده خودش رو. و این زن رفت پیش عیسی مسیح و خود عیسی مسیح میدونست، اطلاعی داشت از این زن و شمون شروع کرد به فکر کردن اگه عیسی مسیح خداوند بود میدونست این زن زناکاره، و شروع کرد به محکوم کردن. و اینجا عیسی مسیح هم اونجا توبیخش نکرد، فقط با سوالهای خیلی مهم، سوالهایی هست که واقعا شمون رو به فکر انداخت. چرا تو داوری میکنی؟ میشناسی زندگیش رو؟ میشناسی؟ میدونی چه دردهایی کشیده؟ میدونه از کدوم ظلمت این زن آمده؟ اصلا سرنوشتش، گذشتش رو میشناسی؟ آیا واقعا این زن اینطوری به دنیا آمده؟ شمون ببین من اینجا هستم، این زن آمده فقط به من خوبی کرده، تو هیچ کاری نکردی، تو فقط نگاه کردی، با عقل خودت شروع کردی به قضاوت کردن، داوری کردن و اینطوری محکومش کردی. زندگیشو نمیشناسی، نمیدونی که تمام دارایی خودشو که جمع کرده برای آیندهش آمده اینجا ریخته رو به پای من. میدونی چقدر احتیاج به این محبت، این قدرت داره که این زن این کار رو انجام داد؟ تو الان فقط داوری کردی. و معمولا هم اینطوری هم هست تو کلیسا، تو خانواده خدا. عزیزان ما نمیدونیم، ما هیچ کسی رو من اینجا نجات ندادم، شما هم نجات ندادیم. ما نمیدونیم این افرادی که الان اینجا هستیم از کدوم جامعه آمدیم، چه دردهایی هست، چه زخمایی ما داریم، چقدر فشار روی ماست، چقدر در افسردگی زندگی میکنیم. یعنی زمانی که ما خانوادگی فکر میکنیم باید اینطوری نگاه کنیم الان عیساست که این شخص رو اینجا آورده، عیساست که در خفا این داد دعای گریه این شخص رو الان میتونه، پسر مرد باشه زن باشه، شنیده و خدا با محبت خودش کشیده اینجا تو خانواده خودش که اینجا شفا بگیره، سالم بشه، بنا بشه. و اینجا ما مثل بعضی وقت مثل شمعون نگاه میکنیم، این دیگه این کیه؟ چطور آمده؟ با چه حال آمده؟ چطور نگاه میکنه؟ خیلی از این نگاه های غرور فلحقی ورداری، غرور نیست، یک ماسکایی هست که از ترس ما میذاریم که مبادا کسی من رو بشناسه، من باید خودم رو اینطوری نشون بدم. بعضی وقت غروره، بعضی وقت هم که غرور نیست، ترسه.
خودتو میخوایی دفاع کنی از این حمله ها، از این حرف هایی که شنیده میشه، یعنی گفته میشه. افرادی هم هستن که میان توی کلیسا میترسن خودش رو باز کنن، چون میدونن مورد حمله میشن. و اگر ما شروع کنیم به خانواده ایست، فکر کنیم که این شخص خدا نجاتش داد، خدا اینجا آورد و خدا کار داره با ایشان. به خودمون نگاه کنیم، زمانی که آمدیم عیسی و عیسی مسیح ایمان آوردیم، کجا بودیم؟ چی بودیم؟ ناامید، خورد. افرادی زیادی بودن در افسردگی، افرادی زیادی بودن که در خودکشی اینجا قرار گرفته بودن که عیسی مسیح نجاتش داد. یه کسی من هستم. چطور نگاه میکنی به خانواده خدا، به اون کسی که عیسی مسیح خونش رو ریخت برای اون؟ و ما معمولا هم دوست داریم زمانی که وارد کلیسا میشیم، دوست داریم مورد محبت بشیم، دوست داریم افراد ما رو جدی، یعنی ما رو باور کنن، یا دوست دارم احترام بذارن. چیز خیلی عالیه. زمانی که اولین بار که وارد کلیسای آلمانی زبان شدم، یک برادری آمد، بلافاصله آمد پیش من. این باعث شد که من اونجا بمونم. دنبال من رفت، دنبال من آمد. هنوز ایماندار نبودم. بعد یک مشکلی که ما داریم، بعد از یک مدتی که ما ایماندار میشیم، اونقدر همه چیز دیگه عادت میشه و اون موقع اونقدر زیاد تو مشکلات خودمون قرار میگیریم که یواش یواش این از فکرمون میره که ما خانواده هستیم. یک کسی که اینو فهمیده، برایش مکاشفه شده که من الان توی خانواده هستم، خانواده پدرم هستم. یک کسی که فقط نه با زبان میگه، بلکه واقعا با تمام قلب، باید احساس مسئولیت بکنه برای خانواده. باید چشمم باز باشه برای خانواده. باید دردهای خانواده رو بدونم. حداقل بتونم دعا کنم. و این دعاهایی هست و این دیدهایی هست که افرادی هستن تو این کلیسا که واقعا اینو دارن. خدا رو شکر که دید دارن، که واقعا زود متوجه میشن. و خیلی زیباست که یه کسی میاد و نگاه میکنه، بلافاصله میشناسه و میدونه که مشکلی داره و جدیش میگیری. حالا چطوره؟ نه میتونه نرمال، حالا چطوره؟ مرسی، خیلی ممنون، تشکر، شما چطوره؟ مرسی، خیلی خانم خاله، هللویا، جلال بر نام عیسی، جدا. بلکه واقعا وقت داشته باشیم گوش کنیم. بعضی وقت ما احتیاج داریم افراد بیان حداقل احوال پرسی کنم و راستش بگم اون روز حالم خوب نیست. الان احتیاج نیست که بگی که آها شبان اونجاست، برو پیش شبان، اونجا شبان برای تو دعا میکنه. زمانی که ما احساس مسئولیت بکنیم، ما میگیم اجازه هست کوتاه دعا کنم برای تو، قلب خدا رو لمس میکنی. پدر کلیسا، برادر خواهر عزیز، لمس میکنیم اون پدری که عاشق ماست و میدونی یه کسی هست که الان اینجا مراقب پسرم و دخترم هست. یه کسی که این ذهن خانوادی داره، بعد از یه مدت هم یه طول میکشه، یواش یواش دیگه خودش اونجا همینطور که هست خودشو نشون میده. بازی نمی کنیم یک زندگی روحانی رو نشون بدیم، بلکه هر خودمون هستیم. و زیباییش هم اینه که زمانی میای کلیسا خودت باشی. فقط میگم که چون تجربه تلخی داریم، چون میدونیم که خودم باشم دیگه مورد محبت نیستم. فقط در این زمان آخر مخصوصا خدا میخواد این ذهن رو در کلیساهای خودش، نه فقط کلیسای ما، اصلا کلن کلیسای خودشون به وجود بیاره که خودمون رو واقعا عنوان خانواده نگاه کنیم،
و همینطور هم احساس مسئولیت بکنیم. تمرین کنین. بیاین همه تمرین کنیم. هفته آینده که میخوایم بیایم، یا امروز هم از امروز میتونیم شروع کنیم. هفته آینده که میایم اینجا واقعا فکر کنین. به این دید بیاین اینجا، من میرم پیش خانواده خودم. اگه حالت خوبه، هللویا، خدا من میرم اونجا، واقعا میخوام باعث برکت باشم. من میخوام این برکت هایی که در طول هفته قرار گرفت آمدم، میخوام اینجا منتقل کنم. نه اینطوری مثال میگم الان هللویا جلال بر نام عیسی مسیح همه چی، نه، منظور اینه که واقعا با آگاهی بیایم اینجا. امیدوارستم فراموش نکنیم. اگر درد داری، ناراحت هستی، افرادی هم هستن که گفتن که من نه اومدم کلیسا چون حالم بده. خب حالت بده، باید بیای کلیسا. حالت بده، بیا کلیسا، بیا پیش خادم یا هر کسی هست و بگذار برای تو دعا کنیم. حضور خدا اینجاست، در پرستش، در کلام خداوند تسلی میده، بنا میکنه. آمین. خدا رو شکر. با این آیه آخر میخوام تمام کنم که خود عیسی مسیح این دعا رو کرد در یوحنا باب 17. دعا میکنه پیش پدر. من فکر میکنم این زیباترین دعایی هست، دعایی هست که اول قلب پدر رو لمس میکنه. فقط خیلی نرماله، چون عیسی مسیح خودش خداست. هدف عیسی مسیح هدف پدره. همزمان چون عیسی مسیح پسر انسان و پسر خداست، پسر انسان این دعا رو میکنه و میگه که تا همه یک گردن، چنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو، تا ایشان نیز در ما یک باشند، تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده ای. و اینجا خیلی میبینی که رب میده که به دنیا خواهد دید که پدر عیسی را فرستاده به وسیله خانواده، به وسیله این اتحاد. من میدونم خیلی هستن که میان توی کلیسای ما و کلیسای زنده هایی هستن که میان اینجا، یک جامعه میبینن که میگن واقعا چقدر آرامش هست، چقدر زیباست اینجا، چقدر خوبه. نه، این تجربه رو همه ما داریم. نه، خیلی هستن که میان اینجا، اولین بارم میان، دومین بار میان، میگن واقعا هر دفعه من اومدم اینجا یه چیزی دریافت کردم، آرامش، یه چیزی هست. چقدر با هم دیگه محبت میکنن. الان ما به خودمون نگاه میکنیم، من فقط بیشتر جنگ رو میبینیم. فقط ایشان محبت رو میبینن، چون چیزایی در ما تبدیل شده، عوض شده، چیزایی دیده میشه اینجا، فقط هنوز ناقصه. و بعضی وقت به من میگن برادر چقدر هم دیگه رو محبت میکنه. من همین تو فکرم میگن اگه چشمش باز بشه بدونه چه اتفاقاتی. امیدوارستم کور بمونی. و نه، فقط ما باید مثبت ها رو نگاه کنیم. اینجا در این کلیسا واقعا میبینم توی این دو سه سال، چهار سال، خیلی خداوند فیض بخشیده، خیلی چیزای رابطه های عالی به وجود آمده بین خواهرها، که کار نسرینه که این خدمت بین خواهرها میکنه، همینطور برادرها چطور واقعا اتحاد پیدا شده. ما زمانی که جمع میشیم میتونیم خودمون باشیم. احتیاج نیست منم بگم که من پاستور هستم، نه، خودم هستم. آلبرت میره پیش برادرها که شغل شبانیه، شغل میگن خدمت شبانیه، فقط آلبرت میره، شبان نمیره اونجا. زمانی هم که با هم دیگه هم احترام میذاریم، به خاطر نه مقام ها هستن، فقط به خاطر اینکه فرزند خدا هستیم، برادرها هستیم. این جمعه شنبه، یک شنبه هم با نوجوانان رفتیم توی سمینار، چقدر زیبا بود که این اتحاد چطور، روح القدس اتحاد رو به وجود میاره. نه،
چقدر یک دلی محبت به وجود آمد. همه چی به وسیله روح القدس، همه چی به وسیله اینکه رفتیم پیش خدا، خدا رو جستجو کردیم و خداست که من رو عوض کرد. الان فقط احتیاج نیست ما هر دفعه بریم سمینار. عیسی مسیح در خفا، در خونه خود، در جایی که هست و زمانی که میری اونجا و ملاقات با خدا داری، خدا هیچ موقع جدایی به وجود نمیاره، بلکه صلح به وجود میاره و میگه که خوش به حال صلح کنندگان که اونها فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوش به حال صلح کنندگان، هر قدم صلحی برمیداری خدا میگه خوش به حال تو. هر جایی که میری دو نفر اونجا سر هم دیگه رو میکوبن، تو وارد میشی، صلح به وجود میاری، آشتی به وجود میاری، زحمت میکشی، وقتت رو میذاری اونجا، صلح به وجود میاری، مثل اینکه دو تا سلول ها رو با هم دیگه وصل کردی، سرطان رو از بین بردی. به این خاطر زمانی که ایشان یک باشند، دنیا خواهد دید که تو منو فرستادی. این آیه 20 بود. بعد از این 22 میگه من جلال رو که به من دادی به ایشان دادم تا یک باشند، چنان که ما یک هستیم. اینجا که میگه که من جلال خودم رو به ایشان دادم تا ایشان یک باشند، منظور چیه؟ منظور اینطوری که من تفسیر میکنم اینه که هر چیزی که مال منه، این جلال و شکوه، همه چی حمید به تو بخشیدم، تو نیازی نداری، احتیاج نیست حسودی بشی. الیزابت، تو همه چی رو دادم، جلال خودم رو به تو دادم، بزرگترین چیزی وجود نداره از جلال. منو شریک خودم کردم، احتیاج نیست حسودی بکنی بگی کیا چی دارن چی ندارن. من جلال خودم رو بابا جان، من جلال خودم رو به خانواده هم دادم تا ایشان یک باشن. احتیاج نیست با هم دیگه بجنگن. خدا رو شکر کنم برای این عطاها و این استعداد و این چیزایی که من دریافت کردم. و زمانی که نگاه میکنم به کیمی، به کارهایی که انجام میده و خندش، رفتارش، لذت میبرم، میگم این دختر توست و همینطور دخترهای تو و پسرهای تو هستن. مثبت رو نگاه میکنیم، چون این جلالی که خدا به من داده، مطمئن باش به دیگران هم داده. شاید افرادی هستن که هنوز اینو با ایمان دریافت نکردن. فقط خدا میگه، عیسی مسیح، من جلال خودم رو به ایشان دادم تا ایشان یک باشن. من در ایشان و تو در من تا در یک کامل گردند و تا جهان بداند که تو مرا فرستاده ای و ایشان رو محبت نمودی چنان که مرا محبت نمودی. چه کلامای زیبا که حقیقته. من در ایشان و تو در من تا در یک کامل گردند، تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان رو با همون محبتی که منو دوست داری پدر، ایشان رو دوست داری. و جای دیگه هم که عیسی مسیح در، نه عیسی مسیح بلکه یوحنا نوشته، اگر کسی که میگه که من عیسی مسیح تو رو عاشقانه دوست دارم، فقط برادر و خواهر خودش رو دوست نداره، چیه؟ دروغگو. کلام خدا میگه چطور میتونی خدایی که ندیدی دوست داشته باشی و برادرت که جلوی چشمته و منم در اون بدن هستم تردش کنی؟ پس دروغ میگی. پس اگر ما میگیم عیسی عاشقان دوستت دارم، پس باید چشمم داشته باشم میگم بدنت رو هم دوست دارم. الان احتیاج نیست بیام اونجا همه رو در آغوش بگیرم عاشقان دوستت دارم. همون اتحاد رو که نگه میداریم، همینطور که قبولت دارم با تمام ضعفات، با تمام مشکلات، با تمام عیبهای خودت، چون من نمیدونم از کدوم جامعه آمدی، همینطور که قبولت میکنم اتحاد رو نگه میدارم. همینطور که میگم خداوند این برادر، این خواهر، هر چیزی که الان انجام میده، رفتارش اینطوری چه زشته، فقط من تصمیم میگیرم قبولش کنم، ربطی به من نداره، ربطی به تو داره، فقط دعا میکنم همینطور که خداوند تو در من کار میکنی و جلال رو به من دادی، به اوشم این جلال بده. اتحاد رو نگه میداری و قلب خدا رو لمس میکنی و رشد روحانی تو سالمتر
پیش میره. آمین. الان دوباره میخوام بپرسم، آیا خانواده خودت رو، خانواده روحانی خودت رو واقعا دوست داری و میخوای بیشتر دوست داشته باشی؟ پس با هم دعا کنیم. خوب میشه قبل از این نگاه کن تو کجا بودی، از کجا تو رو نجات داده، الان عیسی رو نمیشناختی کجا بودی، در چه ظلمتی، در چه افسردگی. یادت بنداز که اون موقعی که عیسی رو نمیشناختی چه دردی داشتی، در چه ناامیدی، چه فکرهای بد، تنفر، داوری، همه مقصر بودن. خشم بیرون از، جدا از خانواده خدا بودی، هیچ حیاتی در تو نبود. ترد شده، چقدر ماسکایی گذاشتی که بتونی با این ماسکا زندگی کنی. بیرون از خونت اونجا خودت رو عالی نشون میدادی و در خونه خودت گریه میکردی، حتی فکرهای خود کشی میکردی. و نگاه کن با چه محبتی، فیضی عیسی مسیح تو رو نجات داد، چطور از تو یک فرزندی ساخت، چطور گناه تو رو برداشته، امید بخشیده. در جهنم رو بسته، لعنت تو رو آزاد کرده. یه ذهن دید جدید داده. الان زمانی که وارد یه مشکلهایی میشی میدونی که پیش کی باید بری. اون زمان هیچ کسی رو نداشتی، به هیچ کسی نمیتونستی اعتماد کنی. نگاه کن، در چه خانواده تو خدا تو رو گذاشته، برادر خواهرای کنار تو هستن، خادمینی هستن که میتونی بری اونجا قلبتو باز کنی، مشورت کنی. چقدر رفتی روان درمانی شدی، آزاد شدی. صبح که چشماتو باز میکنی با چه امید الان زندگی میکنی، در طوفان‌ها، در مشکلات میدونی یک کسی هست که غلبه یافته، با توست. خدا این فیض رو بخشیده. زمانی که تو رو نمیشناختی او تو رو دوست داشت، تو رو برداشت، از این لجنهای این دنیا وارد خانواده خودش کرد. قبل از این در ظلمت بودی، الان خدا از تو یک فرزند نوری ساخته.
و اونجا که نشستی کنار تو همون برادر خواهرای هستن جلوی تو پشت تو، داستانهای خودشون دارن، دردهای خودشون دارن، شاید زخمای خودشون دارن. فقط خداست جمع کرده، کنار تو رو گذاشته. و عیسی مسیح اون پدر به تو امروز میگه که همینطور که پسرم دخترم با همون محبتی که عیسی رو پسرم رو دوست داشتم، با همون محبت من تو رو دوست دارم. من به برادر خواهری که جلوی توست پشت توست کنار توست با همون محبت ایشانم دوست دارم. تو چیزی کمی نداری، من تو رو شریک جلال خودم کردم و روز به روز تو رو بنا می کنم. اگه منو دوست داری، اگه میخوای رشد کنی، این محبت رو به تو میدم که بتونی برادرت خواهرت که پشت تو کنار تو جلوی تو هست با چشم من نگاه کنی، احترام بذاری، دوست داشته باشی. همینطور که تو میخوای به تو احترام گذاشته بشه، تو رو قبول بکنن، تو خودت قدم رو بردار. اونجا شفای من در تو جاری خواهد شد، اونجا رشد خواهی کرد پسرم و دخترم. زیرا که انتظار تمام خلقت منتظر ظهور خانواده من هستند و تو یک عضوی از این بدن من هستی، یک عضوی از این خانواده هستی. تمام خلقت منتظر تو هستند.